دیشب و بلافاصله بعد از اتمام لیگ لیست تیم ملی برای فیفا دی پیش رو و انجام دو بازی برابر هنگ کنگ و عربستان اعلام شد که با یه سری سورپرایز هایی همراه بود و حالا یک سری نام های عجیبی بودن که به تیم اضافه شدن و همچنین برخی از اسم های خیلی بزرگ هم از لیست تیم ملی جا موندن. پس اگه میخوایم بدونین چه کسانی به تیم لیست تیم ملی دعوت شدن، حتما 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 تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. اولین بازیکن ها دروازه‌بانان هستند که اولیشون علیرضا بیران و پرسپولیس. سنگربان سرخپوشان پس از قهرمانی در لیگ بار دیگه به اردوی تیم ملی دعوت شد تا به احتمال زیاد سنگربان شماره 1 تیم ملی باشه. بعد از اون پیام نیازمند از سپاهان بود. اون هنوز با سپاهان شانس قهرمانی تو جام حذفی رو داره و با روحیه خوبی تو این اردو حضور خواهد داشت. و بعد از اون هم حسین پورحمیدی از تراکتوره. اون با سید حسین و حسینی به صورت مشترک دستکش طلای لیگ و از آن خودشون کردن و توسط قلعه‌نویی به اردوی تیم ملی دعوت شد، اما حسین و حسینی از اردوی تیم ملی باز موند. بعد از اون مدافعان مرکزی هستن که اولیشون شجاع خلیلزاده از تراکتوره. کاپیتان تبریزی ها امسال تونست به کمک خط دفاعی خوب تراکتور کلین‌شیت‌های زیادی رو به جا بگذاره و همین عمل کرد باعث شد که اون به اردوی تیم ملی دعوت بشه. بعد از اون محمد حسین کناری زادگان از پرسپولیس بود. با قهرمانی تو لیگ برتر راهی اردوی تیم ملی شد تا احتمال زیاد یکی از بازیکنان اصلی تو ترکیب تیم ملی کشورمون باشه. بعد از اون عارف غلامی. عارف غلامی پس از کسب رتبه سومی و کسب سهمیه لیگ اروپا در لیگ برتر بوسنی راهی به تیم ملی شد تا ببینید در تیم ملی چه عمل کردی رو خواهد داشت. بعد از اون محمد امین حزباوی از اسد. اون هم فصل فوق‌العاده‌ای تو قطر داشت و دو عنوان قهرمانی رو به دست آورد. پس از جام ملت‌ها این دومی دعوت از امین حزباوی به اردوی تیم ملیه. و از اون میرسیم به مدافعان کناری. صالح هردانی از استقلال. اون تو نیم فصل در چند پست برای استقلال بازی کرد و از سایه دست نکونام بودش و به همین دلیل به اردوی تیم ملی دعوت شد. و از اون آریا یوسفی از سپاهان. اون تو این فصل 23 بار برای سپاهان تو لیگ به میدون رفت که حاصل اون 4 گل و 5 پاس گل بود و همین موضوع باعث شد تا کادر فنی نتونه از عملکرد این بازیکن چشم پوشی کنه. و از اون هم ابوالفضل جلالی که واقعا به نظر خود من اصلا فوق‌العاده واقعا کار کرد، بهترین دفاع چپ لیگ و ایرانه و خیلی عالی کار کرد و واقعا حقش به نظر من فیکس تیم ملی باشه. اون فصل فوق‌العاده‌ای رو سپری کرد و در هفته پایانی رقابت برای کسب عنوان بهترین پاسور لیگ متاسفانه به آلوز باخت، ولی ثبت 10 پاس گل برای اون کافی بود تا به تیم ملی دعوت بشه. و از اون هم میلاد محمدی از آدانا دمیرسپوره. اون نصف فصل رو در یونان و مابقی رو در ترکیه سپری کرد. قلعه‌نویی اعتقاد خاصی به این بازیکن داره و نام اون دوباره در فهرست تیم ملی دیده میشه. و بعد از اون میرسیم به هافبک ها. اولین بازیکن محمد قربانی از اورنبورگ. حضور محمد قربانی در لیگ روسیه با گلزنی و عملکرد بسیار درخشان آغاز کرد، ولی در ادامه نتایج باب میل او و اورنبورگ رقم نخورد، اما به هر شکل تیمشون تو لیگ روسیه موندگار شد. بازیکن بعد سامان قدوس از برندفورده. اون از برندفورد جدا شده و هنوز تیم جدیدش رو انتخاب نکرده و توسط قلعه‌نویی احضار شده و حالا باید ببینیم در ادامه در کدام تیم بازی خواهد کرد. امید نورافکن از سپاهان بازیکن بعدی که به لیست تیم ملی رسیده. بازیکن کلیدی سپاهان که شایعاتی در خصوص مقصد بعدی اون منتشر شده، ولی نورافکن فعلا تمام تمرکزش رو روی اردوی تیم ملی گذاشته. بازیکن بعد سعید مهری از آپول قبرس. اون تو روزهای نخست تونست به ترکیب آپول راه پیدا کنه، ولی در ادامه کمتر به اون بازی رسید. با این حال مهری با ساپینتو قهرمان قبرس شد و به تیم ملی هم دعوت شد. بازیکن بعد علیرضا جهانبخش از فاینورد. آینده کاپیتان تیم ملی در اروپا نیز نامشخصه. اون اردوی قبلی رو هم به دلیل مصونیت از دست داد و این بار آماده حضور در میادین تیم ملیه.
بازیکن بعدی که فوق‌العاده مهدی قاری از الاتحاد کلبایه. فصل فوق‌العاده‌ای رو سپری کرد و با به ثمر رساندن 16 گل بهترین بازیکن کلبا بود. حضور اون تو لیست تیم ملی قابل پیش‌بینی بود. و بازیکن آخر هم مهدی ترابی از پرسپولیسه. فصل درخشانی رو با پرسپولیس سپری کرد و با 4 گل و 7 پاس گل نقش مهمی رو در لیست پرسپولیس داشت. بعد از اون میرسیم به مهاجمین. اولین بازیکن جواد حسین نژاد از سپاهانه. پدیده این فصل لیگ برتر بوده و به طور مستمر هم در اردوی تیم ملی حضور داشته و باید ببینیم در این اردو چه عمل کردی و از خودش به جای میذاره. بازیکن بعد مهدی لیموچی از آلومینیومه. یکی از بهترین های ایرالکو که مشتریان بسیار زیادی هم داره. قلنوی درخشش این بازیکن رو باز هم دید و اون رو به اردوی تیم ملی دعوت کرد. بازیکن بعد الله یار صیاد منشه. پس از انتقال قرضی از هال سیتی به تیم بلژیکی هنوز الله یار نتونسته کیفیت واقعی خودش رو نشون بده و شاید این اردو استارتی برای آغاز موفقیت های اون باشه. بازیکن بعد که فوق ستاره تیم ملی کشورمون هست مهدی طارمی از پورتوه. فصل رو با جام در پورتو به پایان رسوند و گل قهرمانی رو وارد دروازه اسپورتینگ کرد. اون فصل بعد نخستین بازیکن ایرانی تاریخ اینتر خواهد بود. بازیکن بعد جواد آقای پور از استقلال خوزستانه. در ماندن استقلال خوزستان در لیگ برتر نقش بسیار مهمی رو ایفایی کرد و با آبی‌ها گل‌های حساس او در لیگ برتر باقی موند. پس از اردوی قبلی آقای پور باز هم در لیگ برتر درخشید و این بار هم توسط قلعه‌نویی به اردوی تیم ملی دعوت شد. بازیکن بعد سردار آزمون از روم. به دلیل بند سنگین مالی روم قادر به دائم کردن قرارداد سردار نیست. بازیکنی که در ترکیب روم درخشید و آخرین بازیش هم دروازه میلان رو باز کرد. بازیکن بعدی شهریار مقالو آقای گل لیگ برتر از سپاهانه. آقای گل لیگ برتر یکی از قابل ترین پیشبینی ترین ها برای ترکیب تیم ملی و دعوت در این اردو بود. مهاجم بلند قامتی که متسرد حضور در فرصت مهاجم بلند قامتی که مترصد فرصت بیشتری در ترکیب تیم ملیه. و بازیکن آخر هم محمد رضا آزادی از نساجیه. اون هم با گل‌های متعددی که برای نساجی به لیگ برتر به ثمر رسون بقای تیمش رو در لیگ تضمین کرد و هم مثل اردوی قبل در این اردو هم حضور داره. بر اساس این گزارش تیم ملی آرمین سهرابیان، محمد محبی، علی قلی‌زاده و سعید عزت‌اللهی به دلیل آسیب دیدگی تو این اردو حضور ندارن. و حالا این هم انگار لیست تیم ملی بود که بهش پرداختیم. همونطور که گفتیم چهرهایی که عجیب بود دعوت نشدن حسین حسینی بود که من خودم با این که پرسپولیسی هم ولی خیلی جا خوردم امسال، واقعا عملکرد خوبی داشت و عدم دعوتش واقعا جای بحث داره. و از اون رامی رضایان بود که بازی که روز گذشته تو سپاهان هم درخشید و هتریک کرد ولی حالا دعوت نشد به اردوی تیم ملی، اونم خیلی جای بحث داره. و یک بازیکنی که من خودم به شخصه فکر میکردم دعوت بشه حالا تو پرسپولیس هم مسعودیگی هم دانیال اسماعیلی‌فر، حالا دانیال اسماعیلی‌فر کمتر ولی مسعودیگی واقعا خوب بود، مخصوصا حالا که مثلا سعید عزت‌اللهی و ما نداشتیم خیلی از رسانه هم میگفتن مسعودیگی احتمال دعوتش هست ولی اون هم به تیم ملی دعوت نشد. تو حالا اسامی بزرگی که گفتیم از تیم ملی جا بمونن. به نظر شما لیست تیم ملی چطوره؟ کدوم بازیکن‌ها رو دعوت می‌کردین و از کدوم بازیکن‌ها چشم‌پوشی می‌کردین؟ در کامنت‌ها برامون بنویسید.